اشرف غنی احمدزی برای بررسی رویداد بمبگذاری مسجد وزیر محمد اکبر خان هیئت تعیین کرد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک از ویدیوهای پیام روز. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. به نقل از روزنامه اطلاعات روز، اشرف غنی احمدزی برای بررسی رویداد بمبگذاری مسجد وزیر محمد اکبر خان هیئت تعیین کرد. آقای صدیق صدیقی همچنان گفته است که نمایندگان با صلاحیت شورای سراسری علمای افغانستان، داستانی کل، دفتر شورای امنیت ملی، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در این هیئت عضویت دارند. اطلاعات روز، رئیس جمهور محمد اشرف غنی احمدزی طی حکم یک هیئت 6 نفری را برای بررسی دقیق و همه جانبه حمله بر مسجد وزیر محمد اکبر خان و کشته شدن مولوی ایاز نیازی و شمار دیگر از نمازگذاران در این حمله تعیین کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری امروز چهارشنبه 14 جوزا در توییتر گفته است که ریاست این هیئت را عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف بر عهده خواهد گرفت. آقای صدیق صدیقی همچنان گفته است که نمایندگان با صلاحیت شورای سراسری علمای افغانستان، داستانی کل، دفتر شورای امنیت ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در این هیئت عضویت دارند. حوالی ساعت 7:25 دقیقه شام روز گذشته سه‌شنبه 13 جوزا مواد انفجاری از قبل جاسازی شده در محوطه مسجد وزیر محمد اکبر خان در مرکز شهر کابل منفجر شد. در این رویداد دو نفر به شمول مولوی ایاز نیازی ملا امام این مسجد شهید و دو نفر دیگر زخمی شده اند. فرد یا گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. با آنکه معاون اول ریاست جمهوری کشور طالبان را مسئول این بمبگذاری دانسته است، اما ذبیح الله مجاهد از سخنگویان این گروه وقوع این رویداد و کشته شدن ایاز نیازی را محکوم کرده و آن را جنایت بزرگ دانسته است. وقوع این رویداد و کشته شدن ایاز نیازی با واکنش های گسترده مواجه شده است. ارگ ریاست جمهوری حمله بر مسجد وزیر محمد اکبر خان را محکوم کرده و آن را وحشیانه و غیر انسانی خوانده است. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا نما نماینده غیر نظامی در افغانستان و شمار دیگر از چهره های سیاسی کشور نیز وقوع این حمله را محکوم کرده اند. در عین حال اشرف غنی احمدزی و طالبان آتش بس را ادامه دهید تا به زودی مذاکرات صلح آغاز شود. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری کشور به نشر رسیده آمده است که آقای غنی این گفته ها را امروز چهارشنبه 14 جوزا در مراسم تشییع جنازه مولوی ایاز نیازی ملا امام مسجد وزیر محمد اکبر خان مطرح کرده است. به نقل از خبرنامه، آقای غنی در این مراسم همچنان از گروه طالبان خواسته است که خود را از حرکات افراطی جدا سازد. او خطاب به این گروه گفته است آتش بس را که در زمان عید سعید فطر که موجب خوشنودی مردم شد ادامه داده و خود را از حرکات افراطی جدا سازید. رئیس جمهور کشور افزوده است که تاکید اساسی دولت افغانستان همکنون روی برقراری صلح و دور کردن خشونت به صورت بنیادی است. او همچنان در مراسم تشییع جنازه مولوی ایاز نیازی از عالمان دین خواسته است که تا در یک صف واحد برای تأمین صلح و ثبات کار کنند. آقای نیازی شب گذشته شام روز گذشته سه‌شنبه 13 جوزا در یک حمله انتحاری در مسجد وزیر محمد اکبر خان شهر کابل شهید. همچنان در این رویداد یک نفر دیگر کشته و دو نفر هم زخمی شد. شخص و یا گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. این حمله با واکنش های زیادی روبرو شده است. ارگ ریاست جمهوری دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان و شمار دیگر از چهره های سیاسی کشور رویداد انتحاری در مسجد وزیر محمد اکبر خان را محکوم کرده اند.
استوی هم محمد اشرف غنی احمدزی در حالی از گروه طالبان خواسته است که به آتش بس خود برای آغاز مذاکرات بین الافغانی ادامه دهد، که این گروه در تاریخ 3 جوزا 3 روز عید سعید فطر را آتش بس اعلام کرد. در عین حال ابو مسلم شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوکش می نویسد: اعلان جنازه. نماز جنازه شهید دکتر ایاز نیازی فردا پنجشنبه در مسجد ایدگاه خوانده می شود و در پارک وزیر محمد اکبر خان جوار مسجد وزیر محمد اکبر خان به خاک سپرده می شود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدار.